سخن هفته. دوست نازنین ما نجیب جان شمال گفته که جناب خالدی صاحب، با عرض سلام، از نظر شما آیا سوء استفاده سیاسی و ابزاری از دین مبین اسلام و آغاز جنگ های داخلی میان تنظیم های جهادی و ایجاد حکومت های ملک و توایفی در نقاط مختلف کشور ما باعث بروز این همه جنجال ها شده تا امروز؟ سلام آقای شمال. من چی ارز کنم؟ سوء استفاده ابزاری از اسلام، من با این برداشت موافق نیستم. اسلام این مردم از دل و جان قبول دارن، همون مجاهدینی که در زمان بود و همین طالبای امروزی، برداشت از او از اسلام همیست، او چیز دیگه رو نمیشناسن. ما او رو چرا ماسمالی کنیم که یا از اسلام استفاده بود؟ برداشت شو نمید، برداشت پدر و پدر کلان های ما از اسلام همی بود. ما خود چرا بازی بتیم؟ پدر کلان ما که میشه با ما صحبت میکرد همی چی داره میفت طالبان میگن. بنابراین برداشت جامعه عقب مانده از اسلام اینمی برداشت عامیانیست که طالبا او را دارن و همون برداشت عامیانیست که چیز دارن دیگه گروه های اخوانی داشتن. ما در کنبرا در استرالیا وقت نامده بودیم 36 سال پیش، یک روز یک شب یک بحث سیاسی داشتم، خود اتفاقا در مهمانی یک مباحثه شد با یکی از دوستای چی بگویم حامیای گلبدین حکمتیار که حتی مدیر مسئول جریدی ازی بود، یعنی سخنگوی بسیار بزرگ از این بود. بعد سر شد او برای من میگه که ما در افغانستان هیچ قانون اساسی ضرورت نداریم. گفتیم چطور؟ میگه قرآن شریف قانون اساسی. شما اگر از یه آدم که پوانتون خوانده، هم دورهای ما در پوانتون بوده، در شهر کابل بزرگ شده، دریچی میکرد، نکتایی میزد و ای بلا گلبدینی شد، اخوانی شده بود دیگه و سخنگوی به اصطلاح جریده سیاسی زیر نشر میکرد، این وقتی تو میگه از طالب چی انتظار داشته باشیم که او بر ما قانون اساسی رو معرفی کنه؟ و اون میگه قرآن شریف که باشه چی میکنین؟ قانون اساسی چی میکنین؟ البته هستن کسایی که از اسلام ابزاری استفاده ابزاری، او کسا کی بود؟ او آیسای است، او CIA است، او سازمان استخبارات نظامی سعودی است. این مردم از اسلام استفاده ابزاری کردن، گروه های تروریستی را ایجاد کردن، گروه های تروریستی را ساقط کردن و وقتی که منافعشان بود، القاعده را ایجاد کردن بعد القاعده را کوبیدن، طالبان را ایجاد کردن بعد طالبان را کوبیدن، داعش را ایجاد کردن بعد داعش را کوبیدن. پاکستان، دولت پاکستان در حدود 3000 تروریست اسلامگرا را که اعضای جیش محمدی بودن، اعضای چیز طیبه بودن، جیش طیبه میگن چی میگن، یعنی گروه های اعضای طالبا بودن، اعضای القاعده بودن، در پاکستان در 20 سال گذشته یار چین میکرد، اعضای پایین رتبه شدن یار شکار میکرد میداد به سیایی و سیایی یار میبرد در گوانتانامو بندی میکرد. 3000 نفر این کار کرد، یکانه کسی را که رهبرایش کار نداشت مثل اسامه بن لادن نگاه میکرد. خب این استفاده ابزار سیاسی، اما نه این گروه هایی که بیچارا خودشان قربانی شدن. براخره کم سوال دیگه باشه؟ دکتر صاحب، گفته میشه که قوای تهاجم سری یا کماندو قطعات 01 و 02 و 03 در مول لحظات جنگ توسط تیارات به امریکا انتقال گردیدن و در دفاع از کشور اجازه نیافتن. نظر شما چی از این مورد؟ تمام شانه یک تعداد از یا شدن،
یک تعداد را کسایی را امریکا با خود برد، یک گروپ های را ایجاد کرده بود که او گروپ ها کماندهش زیر دست خود امریکایی ها بودن، کماندانی امریکایی ها در افغانستان و ناتو یا را زیر کمانده مستقیم از آن بودن، نه وزارت دفاع افغانستان. یوری چرا ایجاد کرده بود امریکا؟ این را ایجاد کرده بود تا خودشان به دل خود به زعم خود در پشت اعضای القاعده و یا بگردن. این اشخاص کشیدن هم در خود، البته تمامش نترستن کشیده، یک تعداد از یار کشیدن. حال امی اشخاص هستن که امریکا میخواه به اوکراین روان کنه تا بر ضد قوای روسی جنگ کنن در اوکراین. بفرمایید. ببخشید دکتر صاحب اجازه است، یکی از عزیزان سوال کردن که آقای امیدوار سمسایی بخونم، افتخار مهدی زاده گفتن، همیشه میگفتن که تعداد عساکر افغانستان به 350,000 میرسد، آیا این راست است و یا دروغ؟ اگر با این تعداد عسکر داشتن چرا در مقابل طالب نتوانستن جنگ کنن؟ 350,000 نفر بسیار مبالغه آمیز بود، یک تعداد زیاد عسکرها در اسمی بود، قرارانی از دوار پول نقد از دوار ای سربازا افسران می گرفتن. یک وقت اشرف غنی که وزیر مالیه بود گفت که برای من فهیم قسیم آمده بود در سن وزارت مالیه کت نفرهای خود تهدید میکرد که برای من تو بتی معاش 40,000 یا 50,000 افراد مره بتی که یاد است. میگه من گفتم تا نفرها رو تذکرهایش نبری نمیتون. ای در مسالهایی بود که نه حکومت جمهوری اسلامی. با می قسم خوامی اشخاصی که در مو امرای قسیم فهیم بودن افسرا بودن در اردو در اول یا همیش مبالغه میکردن در تعداد افراد. در زمانی که دولت به اصطلاح قرارداد توافق نامه امریکا امضا شد با دولت با جنبش طالبا در دوحه، گفته میشه در حدود 100,000 نفر عسکر در افغانستان بوده. ای البته من پلیس حساب نمیکنم، اردو رو حساب میکنم. 300,000 نفر قسمه که من قبلا گفتم یا در تمام افغانستان در خندقا در اطراف شهرها بیچارا گور بودن یا فقط موسیچه های بیگناوری یا خندقا کسی که از طرف از چاریکار رفته باشه طرف غوربند و سالنگ یا در مخصوصا در این شکاری در اونجا میبینن که همین یه جایی که هوا استاده است در لب دریا در اینجا بازا جور کردن، مرغوی های چوبی را ماندن رنگ کردن، باز در پالو از این مرغوی ها پایین میشهد اونجا میشینن، بازی کسای شکارچا که تفنگ های دو لوله ای خود چشتن یار میزنن. این عسکرای ما، این 100,000 عسکر ما بیچاره این همه تجایش تبدن. دقیقاً و بخصوص وقتی که امریکا در یک سال گذشته حملات هوایی خود برای طالبا قطع کرد یا از حملات هوایی محروم شدن و بسیار یا شکار طالبا شدن، به این خاطر طالبا چیز شدن توانستن افغانستان رو بگیرن. سوال نیست دکتر سم، میفهم که شما سر صبح هست در استرالیا و شما هم خسته شدین، چون با آن قدر دقت شما تمام مسائل طرح کردین که من گفتم هیچ اصلا جای سوال باقی نماند. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. اگر شما دیگه گفتنی ندارین و میخواین که برنامه را ختم کنیم، برای شما طول عمر سلامتی آرزو میکنم. شما خودتان یک گنجینه بسیار بزرگ هستین برای ما. خداوند عمر پربارتان طولانی بسازه و تمام دوستا بسیار تشکری کردم. ما نام عزیزا را حتما شما بس پسان میبینین. نای جان علومی پیشنهاد کردن که اگر برنامه های به همی عنوان که یعنی افغانستان دیروز و امروز و فردا را دکتر صاحب زیادتر بسازه، دکتر صاحب نسل جوان باور کنین که هیچ چیز نمیفهمه. وقتی که ما از عکسای از گذشته ما را مثلا از فانتونه یا از جشن میبینن، اولین سوال میگه که این راستی است؟ یعنی راستی افغانستان هم تر است؟ نایجان علومی پیشنهاد کرده که اگر شما لطف کنین و در این زمینه بیشتر جوانان را مطلع بسازین خوشنود میشه. سخن هفته.